در حالی که پاکستان به همه مهاجران غیرقانونی در خاک خود کمتر از یک ماه فرصت داده تا این کشور را ترک کنند سازمان ملل با چنین طرحی اعلام مخالفت کرد به گزارش آناتولی سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در پاکستان گفته هر گونه بازگشت پناهجویان باید داوطلبانه و بدون هیچ گونه فشاری باشد تا حفاظت از کسانی که به دنبال امنیت هستند تضمین شود وزیر کشور پاکستان روز سه شنبه 11 مهر طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد دولت به همه پناهجویان غیرقانونی از جمله یک و هفت همه میلیون مهاجر افغانستانی که به طور غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند مهلت نهایی داده تا کشور را تا اول نوامبر ترک کنند پس از پایان مهلت تعیین شده نیز تمامی مهاجران غیرقانونی اخراج خواهند شد و دولت دارایی که دارایی های کسانی که خارج نشدند را مصادره خواهد کرد وزیر کشور پاکستان همچنین گفته شهروندان افغانستان در چهار ده مورد از 24 حمله انتحاری در سال جاری در پاکستان دست داشتند این در حالی است که طی دو هفته اخیر بازداشت پناهجویان افغانستانی که از ترس طالبان به پاکستان فرار کرده بودند به شدت افزایش یافته است سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از افزایش بازداشت های پناهجویان افغانستان از عدم توجه جامعه جهانی به وضعیت پناهجویان افغانستان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است.